درود و صد درود و به نام خدای رنگین کمان. امیدوارم هر جایی که تصدید شد باشید. اجازه بدید من این کلاب هاوس هم روشن کنم. یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمتتون و صبحتون بخیر. صبح جمعه، صبح زیبای جمعهتون. امیدوارم که در خونه بمانید امروز و تریت های موفقی داشته باشید و هر روز بهتر از دیروز و موفق تر از روز گذشته باشید. خب امروز جمعه هست، 1 مارچ 2024، در خدمتتون هستیم با بروزرسانی وضعیت بازارهای مالی. نگاهی خواهیم داشت ابتدا به اتفاقات روز گذشته و بعد بررسی میکنیم تقویم اقتصادی امروز رو، و امیدوارم که امروز شما هم در خونه بمانید و برید به سمت تریت های موفق و دیدن بازارهای مالی و لذت بازارهای مالی رو بچشید تا هر کار دیگری. خب ابتدا به تقویم اقتصادی نگاه بندازیم، ببینیم که تقویم چه خبره، دیروز چه دادایی داشتیم، و بعد بریم ببینیم که در کنار این تقویمی که داشتیم بازارها چه واکنشی نشون دادند و غیره. از ژاپن شروع کنیم. دیروز البته صبح در این مورد صحبت کردیم، ولی خب تورم بانک مرکزی ژاپن که اعلام کرده از 2.6% پیش بینی میشد به 2.3% کاهش پیدا بکنه، ولی خب در 2.6% به صورت سالانه باقی مون در ماه گذشته در ماه ژانویه، ولی خب تولیدات صنعتی به شدت کاهش پیدا کرد و یک رشد منفی 7.5% داشت. در آلمان شاخص خرده فروشی کاهش 14% داشت. اینو باید در نظر بگیریم که تورم هم در آلمان دیروز منتشر شد، 2.5% بود تورم در ماهانه 14%. وقتی ما میبینیم که تورم 14% بوده، خرده فروشی هم 14% منفی، این یعنی که چون معمولا خرده فروشی دادهای اسمی رو بررسی میکنه، یعنی که وضعیت خرده فروشی اصلا خوب نیست. یعنی با وجود تورم مثبت، با وجود 14% رشد تورم، خرده فروشی 14% کاهش پیدا کرده. با دوباره عرض کردم خدمتتون، اینا باید در نظر بگیریم که خرده فروشی یک شاخص اسمیه. تولیدات ناخالص داخلی در ترکیه در سه ماهه 4.4% رشد داشت، از 6.1% قبلا به کاهش پیدا کرد به 4%، 6.1% پیش بینی اولیه، 3.5% در ماه قبل پیش بینی میشد، ولی خب 4% پیش بینی 4% رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم رشد بدی نیست با توجه به ضعف که ما در ترکیه در لیر ترکیه داشتیم. این رشد بیشتر به دلیل این هستش که در واقع بخش صادرات و بخش توریست درآمدزایی خوبی داشتن و این تولید ناخالص داخلی رو برده بالا در ترکیه. در فرانسه تورم 8% ماهانه رشد داشت در ماه فوریه، دادهای اولیه نشون میده، و جی دی پی سالانه هم در سه ماه چهارم پیش بینی میشه که 1% در یک در واقع سه ماهه و 7% 7% در مقیاس سالانه رشد داشته. حالا شاید از زیاد مهمی نباشه، حالا بریم برسیم. اما نکته هایی که مهم بود اولش که خب دادهای اشتغال آلمان بود، در کنار اینکه خرده فروشی گفتیم با توجه به وضعیت تورم خرده فروشی عدد زیاد خوبی نمیتونه باشه. نرخ بیکاری هم از 5.8% به 5.9% در آلمان افزایش پیدا کرده، و تورم هم همونطور که عرض کردم خدمتتون رشد 14% داشته که میشه رشد سالانه 2.5% و از 2.9% ماه ژانویه به 2.5% کاهش پیدا کرده که خب خودش میتونه عدد خوبی باشه. اما در ایالات متحده دیروز برسیم در نهایت به ایالات متحده، دیروز در ایالات متحده روز بسیار شلوغی داشتیم. دادهای تورم مصرف شخصی منتشر شد و در کانادا هم البته جی دی پی. در ایالات متحده دادو همونطور که نشون میبینید برابر با پیش بینی ها بود، یعنی تورم مصارف شخصی میذاریم میانگین درآمد و تورم مصارف شخصی برابر بود با پیش بینی ها، و پرسونال اسپندینگ 2.5% رشد کرد، پی سی پرایس ایندکس 2.4% تورم مصرف شخصی 2.4% رشد کرد، یعنی 3% ماهانه. تورم هسته 14% رشد کرد ماهانه و سالانه هم 2.8%. این همه برابر با پیش بینی ها بود. این برابر با پیش بینی ها بودن رو در نظر داشته باشیم، اینجا چه تغییری در بازار ایجاد کرد؟ ضمن اینکه من ادامه هم بگم که خب این دیروز دادای دیروز بود و امروز هم تا اینجا دادایی که منتشر شده و مهمترینش دادای شاخص مدیران خرید چین هست که نشون میده که بخش تولیدات برای پنجمین ماه متوالی کاهش پیدا کرده، ولی نظرسنجی بخش خصوصی نشون میده که بخش تولید در ماه فوریه یک رشد نسبی رو داشته و بخش در بخش خدماتی یک رشد نسبی رو داشته، در بخش تولید رشد خیلی کم یا تقریبا میتونیم بگیم ثابت بوده، بهتر از کاهش که در بخش رسمی داریم نشون میدیم. اما بریم این داده ها
بریم ببینیم که اینها تاثیرش در بازار چی بوده. با این دادایی که داشتیم دیشب در ایالات متحده، خب با توجه به اینکه داده ها برابر با انتظارات بود، یعنی تورم غافلگیری نداشت. کجا رفت؟ اوپس. یعنی تورم با توجه اینکه در داده برابر با انتظارات بود و تورم غافلگیری نداشت، ما در ایالات متحده میتونیم بگیم که باز رفت رو ایشیا. خب حالا به این صورت باید نشون بده، ما در ایالات متحده دیشب چرا این داره اینطوری میکنه؟ بس بازار یه خود داره انگار اذیت میکنه. چرا داره این حرکت رو نشون میده؟ آخه خدا چرا داری ما رو اذیت میکنی؟ آیه مارکت واچ بچه یه بازی من ترای کنم ببینم. زیاد دوست نداره امروز ما. اوکی ای خود وبسایت مارکت واچ داریم نگاه میکنیم، فکر میکنم مارکت واچ مقدار امروز وبسایت داره ایرور میدون چیز اونطوری که باید، شاید کار نمیکنه. خب بریم روی چیز نگاه کنیم، رایت اینوستینگ نگاه کنیم، مشکل نداره. خب شاخص ها رو اگر نگاه کنیم، میبینیم که داو جونز دیشب با یک رشد تقریبا 7 درصدی بسته شده، تقریبا 700 درصدی، یعنی تقریبا مسطح. اس ام پی 500 یک رشد خیلی جزئی داشته و نزدک هم همینطور. نزدک البته 1% رشد داشته. در رشد نزدک یک درصد بوده به خاطر چی بوده؟ همونطور که میدونیم نزدک بیشتر شرکت تکنولوژی هستن و دلیل اصلی رشد یک درصد تقریبا 1% یا 0.5% هم اون رشد بخش تکنولوژی بوده که تاثیر خیلی عمیق‌تری رو گذاشته روی این رشد تکنولوژی باعث شده که اصلا امروز حالا اینجا تو بازار آسیایی رو می‌بینید، امروز در نیکی ژاپن دوباره می‌بینید 1.9% رشد کرده. نیکی دوباره سقف زد، یه سقف جدید زد. این بخش هم به دو دلیل، یکی اینکه این بخش تکنولوژی باعث شد که در واقع حالا شاخصایی که در شاخص نیکی به خیلی از سهام بیشتر از سهام بخش تکنولوژی هستن، هم باعث شد که در واقع این بخش رشد بخش تکنولوژی بود که باعث شد نیکی رشد کنه. همین که این دادههایی که ما دیروز داشتیم نشون میده که وقتی که تورم برابر با پیش بینی ها رشد کرده، کاهش پیدا کرده و بیشتر از پیش بینی، یعنی روند نزولی یا کاهش تورم اونقدر هم که فکر میکردن یک سری از تحلیلگرا سریع نبوده، و این باعث شد که اون نگاه این که حالا بانک مرکزی ژاپن بره به سمت سیاست های تقریبا انقباضی اونو جبران کرد و این اختلاف نرخ اوراق قرضه در ژاپن و در ایالات متحده دوباره باعث شد که همین بحث در واقع کاهش ارزش ین از اون از یک طرف، از طرف دیگه تفاوت در بین بازار ایجاد میشه، باعث شد که دوباره بازار سهام ژاپن رشد بیشتری داشته باشن، چون بازارها همچنان انتظار دارن. حالا ما سی ام گروپ نگاه کنیم باز، و اینجوری براتون بهتر توضیح بدم. ببینید در 20 مارچ جلسه بعدی که 20 مارچ، ببینید پیش بینی میشد که قبلا پیش بینی میشد که یعنی بیشتر از 46 درصد امکان داشت که نرخ بهره رو 25% کاهش بدن. در حال حاضر کمتر از 3% این امکان داره. قبل یعنی این امکان اینطوری شده. حتی در ماه می برای کاهش به 25 در واقع این که در واقع این کاهش پیدا بکنه به 25% نرخ بهره کاهش پیدا بکنه، قبلا 51% احتمال بود، الان این احتمال شده 25%. اما مسئله در ماه جونه. ما قبلا احتمال کاهش در واقع احتمال میدادیم که نرخ بهره، یعنی بازار احتمال میداد نرخ بهره 51% احتمال میداد که کاهش پیدا بکنه به 25%، 36% احتمال داشت کاهش پیدا بکنه به 25%، الان این احتمال به 33% رسیده. و از اون طرف اینکه نرخ بهره تقریبا 75% کاهش پیدا بکنه بیشتر از 50% بود، الان این احتمال شده 13%. و همینطور یعنی میبینید که این احتمالات برای کاهش نرخ بهره به عدد پایینتر هی داره کمتر میشه. این کمتر شدن یعنی چی؟ یعنی که ما برای مدت زمان طولانی تری نرخ‌های بهره رو در سطوح فعلی، یعنی سطوح بالا، باید در نظر بگیریم که در ایالات متحده باقی میمونن. این بالاتر موندن نرخ‌های بهره برای مدت طولانی تر در سطوح بالا فشار وارد میکنه روی در واقع اختلاف ایجاد میکنه بین بانک در واقع بین
بانک های مرکزی تو کشورهای مختلف مثل ژاپن و ایالات متحده، و این باعث میشه که درخواست برای سهام ژاپن خودش بیشتر بشه در نسبت، یعنی بین ژاپن برای ژاپنی ها درخواست برای سرمایه گذاری تو سهام خودشون بیشتر از اون درخواست برای سرمایه گذاری در امریکا باشه. چرا؟ چون فکر میکنن که بانک مرکزی ژاپن سیاست انبساطی برای مدت طولانی تری خواهد داشت نسبت به امریکا. این تاثیرش اینطوری شد که وقتی که خب ما اول دادا وقتی که در واقع یعنی بازار داشت دلار کاهش پیدا میکرد، اما وقتی که دادا برابر با انتظارات شدن، یعنی نشون داد که همین بحث سیاست تو نرخ بهره بالا برای مدت طولانی تر چیز باشه، یعنی پیش بینی شد که پیش بینی ها اینطوری شد که برای مدت طولانی تر ادامه پیدا میکنه، این باعث شد که خب دوباره دلار افزایش پیدا بکنه، یعنی دوباره اون روند و نزولی که در طی روز ایجاد شده بود، کاهش که در طی روز ایجاد شده بود از بین رفت و دلار دوباره برگشت بر بحث صعودی. همین تأثیر میگم در ین ژاپن رو ما میتونیم ببینیم. یو اس دی جی پی وای اگه شما دقت بفرمایید، بعد از اینکه دوباره باعث شد که در واقع با دیدگاه به دیدگاه بازار این شد که بانک مرکزی در ایالات متحده نرخ بهره بالا رو به مدت طولانی تری حفظ میکنه، اون برابری ین در برابر دلار دوباره برگشت به اون تنظیمات قبلی 150 در برابر 150 ین در برابر یک دلار. ما تقریبا همین شرایط رو برای یورو و پوند هم داشتیم. اینو من برم روی یک ساعته، ما طبعا همین شرط برای یورو و پوند هم داشتیم. یورو هم در برابر با توجه به تقویت دلار، یورو هم دوباره تحت فشار قرار گرفت. اما در مورد خود یورو، دادایی که دیروز نشون داد، در عرض کردم خدمتتون، خود خرده فروشی آلمان و تولیدات صنعتی که ما هفته گذشته داشتیم نشون میده که کلا به صورت کلی آلمان وضعیتش ضعیفه و این فشار وضعیتش زیاد چندان خوب نیست و این فشار ضعف نسبی آلمان فشار روی بازار و به خصوص روی یورو قاعدتا بیشتر میکنه. این در این مورد. در مورد نیکی هم هست که خدمتتون، با توجه به شاید که پیش اومده، نیکی ژاپن دوباره سقف زد با توجه به اینکه پیش بینی شد که حالا نسبت سیاست انقباضی و انبساطی در ژاپن و امریکا رو با هم مقایسه کردن و باعث شد که پیش بینی بود که در ژاپن سیاست های انبساطی مدت زمان طولانی تری اعتبار بیشتری خواهد داشت نسبت به امریکا، همین باعث شد که بازارها در ژاپن دوباره رشد کنه و نیکی 225 دوباره سقف جدیدی بالای تقریبا 40,000 تا هم زد، یعنی تا چند دقیقه بالای 40,000 رو هم 140,000 هم تجربه کرد که باعث این سطوح تاریخی شه دیگه، آل تایم های شه نیکی 225. این از این کلیت بازار دیگه. حالا با توجه به دادایی که عرض کردم اینه، حالا ما بریم ببینیم که امروز در بازار چی داریم، این اتفاقاتی که تا امروز افتاده. ما اگر تقویم اقتصادی امروز رو بررسی کنیم، این تقویم اقتصادی امروز در ادامه کجا رفتیم؟ امروز در ادامه مهمترین داده‌ای که امروز داریم دادای تورم حوزه یورو. ما با توجه به دادای تورم حوزه یورو که امروز منتشر میشه و پیش بینی میشه از 3.7% به 2.9% کاهش پیدا بکنه، یعنی یک رشد تقریبا 0.2% ماهانه، نه 0.1% ماهانه، تقریبا 0.1% ماهانه. این باعث میشه که ما چشم انداز در واقع این اگر این اتفاق بیفته، پیش بینی میشه که در بانک مرکزی در حوزه یورو در ماه آپریل بره به سمت کاهش 25% نرخ بهره. این داده مهمیه، باید امروز ببینیم که این به چه صورت میشه. اما در ایالات متحده امروز دوباره داده مهمی داریم، شاخص مدیران خرید بخش تولید رو داریم، شاخص مخارج بخش ساختمانی رو داریم که اینم دادای خیلی مهمیه. اما شاخص مدیران خرید بخش تولید کلا شاخص ISM، حالا یه طوری بگیم شاخص های مربوط به ISM امروز منتشر میشن. حالا این مربوط به مدیران خرید میشه، مربوط به بخش تولید میشه، اشتغال در بخش تولید میشه و بخش های مختلف، یعنی ISM امروز مؤسس ISM امروز گزارشی که منتشر میکنه گزارش مهمیه که در بخش های شامل بخش های مختلف خواهد بود دیگه. همین به حال سخنرانی هم که امروز سخنرانی رو خواهیم داشت به خصوص از آقای بوستیک. این کلیت بازار است. با توجه به این شرایط که داریم، همچنان اون روند حمایتی ما، یعنی بازم دوباره یه بار دیگه چهار تا بیاریم، با توجه به این شرایط در مورد دلار اگه بخوایم بگیم، دلار با توجه به این شرایط فعلا همین وضعیت نسبی تقویت خودش رو محدوده 104 میتونیم فعلا براش در نظر بگیریم که داشته باشیم ادامه بده. اما برای بازارهای سهام این رشدی که این در واقع وضعیت نسبی
تورم به علاوه رشد بازارهای تکنولوژی دوباره باعث شد که S&P 500 که داشت میرفت به سمت یک سطحی که کاهش پیدا بکنه، روندش هفته رو پایین‌تر ببنده، اون دوباره افزایش پیدا کرد و تکنولوژی، سهام تکنولوژی دوباره اینو بالا کشید. من پیش بینی من الان تقریبا 3 4 هفته است که فکر می‌کنم، من خودم شخصا انتظار دارم که S&P 500 کاهش پیدا بکنه، ولی 3 4 هفته است علارغم همه داده‌هایی که وجود داره داره رشد می‌کنه. من خودم در 4990 در این سطحی که اینجا می‌بینید S&P 500 رو فروختم، یعنی من خودم تو وضعیت فروش اصلا پونسدم به امکان، اطمینان تحلیل من اینجا اشتباه بود. در هر حال این ذات بازاره، همیشه قرار نیستش اون چیزی که شما تحلیل میکنید و فکر میکنید درست باشه، و این هم در واقع اشتباهی که ما تو تحلیلمون انجام دادیم. با توجه به داده اقتصادی من خودم انتظار داشتم که سر پونسد طی این 2 هفته گذشته این مقدار کم کم دیگه بعد از این گزارش های درآمدی شرکت مهم تموم شد شروع بکنه به کاهش، که خب فعلا این اتفاق نیفتاده. باید صبر کنیم ببینیم که بازار چقدر توان کشش، چقدر توان و کشش روند سودی بیشتر از این رو داره، که یه مقداری با توجه به دادها غیر منطقی، ولی خب باید رفت و دید که بازار چی میشه. بازار همیشه قرار نیستش که منطق اقتصاد رو پیگیری کنه. امیدوارم که درتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه. حالا تا روز دوشنبه که دوباره فرصت بشه در خدمتتون باشیم. خدا یارو نگهدارتون.